خانمانی و بدبختی دیگه اومدن اینجا بین لوازم و آشغالایی که میبینی زندگی میکنن و میبونم که دیگه گویای مسئله هست. سلام سلام, سلام. اینجا چه جوری زندگی میکنین توی این وضعیت؟ چیکار کنه مجبوره. چند وقت اینجایی؟ من 4-5-6 سال میشه اینجا. 5-6 سال میشه اینجا. 6 سال اینجایی؟ قبلا تو موزه بودیم اونجا، صاحب شامگیر دادیم و آمدیم اینجا. مواد مصرف میکردی؟ مواد مصرف. الان هم مصرف میکنی؟ نه الان هم مواد گیریم و مواد میکشیم، نه یاد میتازیم میخوریم. خانوادت کجا گفت؟ من گفته بودن که همسرت و بچه‌ت هم اینجا. رفت این خونه مادر خانم اینا رو. مادر خانمت هم اینجا زندگی می‌کنه؟ نه، سه خونه داره. کوچه خونه داره. خب بچه‌ها نمی‌تونه اون زندگی کنه. خب دیگه ما با اونا نمی‌سیم. جا ندارن، یه اتاق دارن. یه دونه بچه داری فقط؟ یه دختر. چند سالشه؟ 4. پیش خودت تو همین وضعیت زندگی می‌کنی؟ خیلی سخته واسه من. هرچی فکر میکنم اینم به اون بچه کوچیک 4 ساله تو این شرایط واقعا نمیشه زندگی کنه. عادت کردن این بچه تفریحش چیه؟ بازیش چیه؟ اینجا با این طول سگا با این طول سگا بازی میکنه. اینجا چیه؟ اینجا این در طرف شبا میریم میبر بچه در میخوابانن چیزه نخوره. یعنی اتاق بچه هست در بابا؟ آره، بچه همشه اینا چیزی بچه رو نخوره. این هم وضعیتش مثل همون برای دیگه. آره این هم همون برای چاده رو بگیم. این هم 3-4 تا بچه هم. دخترم خوب علاقه زیادی داشت به اسکیت. یه روز بردمش پارک برای یه پیست اسکیتی بود که ایشون اسکیت بازی کنه، منم تماشا میکردم. یه آقایی بود، ایشون اومد نشست بغل من، یه مقدار با هم صحبت کردیم. خیلی اطلاعات از من گرفت. خب چون صحبت میکرد سوال میکرد، منم جوابشو میدادم. بعد در حینی که دخترم داشت اسکیت بازی میکرد، بعد به هم یه پیشنهاد داد، گفت من تو کار مواد دارم، اگر تو بتونی برام جا به جا کنی پول خوبی بهت میدم. برای چی اینجای شما؟ به خاطر نگهداری 34 گرم شیشه. نگهداری و فروش، درسته؟ نگهداری و فروش. اشتباه کردم، قبول کردم. اصلا دیگه به این فکر نمی کردم که من این کارو دارم میکنم چه اتفاقی میخواد بیفته. آیا میرم میرسم؟ آیا میگیرنم؟ آیا نمیگیرنم؟ چه اتفاقی برام؟ به عاقبتش اصلا فکر نکردم. مقدار جنسی که ازم کشف شد باعث شد که 15 سال بهم حبس بدن. الان هم 3 ساله تقریبا، یک ماه دیگه 3 سالم پر میشه که اینجاست. یعنی 12 سال دیگه بعد زنده باشم. 12 سال دیگه متأسفانه. 30 چند سالته گفتی؟ خودم هم 36 ساله. 36 سال 12 سال دیگه اینجا بری بیرون میشه 48 سال. 48 سال. منو گرفتن، جنسم گرفتن، همین. اصلا یه صحنه بدی بود برام، چون جلوی دخترم، جلوی پسرم بهم دستبند زدن. دختره 11 ساله، پسر 8 ساله. اونا میدونن که پدرشون کجاست؟ متاسفانه بله.
شیشه و هروئین مصرف میکردم. چند سال؟ 10 سال. اعتیادتون با چی شروع شد؟ با شیشه. تعریف میکنی چه جوری شد؟ رفتم ملاقات، بعد از حبسی که کشیدم، از حبس که اومدم بیرون رفتم ملاقات شوهرم، با مادر دوستش آشنا شدم، رفتم خونهشون، یه دفعه تاروپی گذاشت جلوم، به دهنم مزه کرد چون بیماریش تو سرم بود، به دهنم مزه کرد. دیگه یه شب با ناپدریم دعوام شد، رفتم خونه دوستم، بعد اونم مامانش مصرف داشت، خودش هم ترامادول مصرف میکرد. بعد اون بهم گفت که بیا قرص بهت بدم اعصاب دارون میشه. اون شب نخوردم، ولی خب بعدش خودم رفتم گرفتم. شیشه رو میزدم، ولی اول ابای آخراش دیگه برکت توهم بزنی شیشه رو میزدم، کار زیاد میکردم، به خاطر همین رفتم پرستاری سالمندان رو گرفتم و کار میکردم. هشیش چند بار مصرف کردم. چند تا بچه داریم؟ الان 3 تا. چند سالشونه بچه ها تو؟ 18 ساله و 2 سال و نیمه و 1 ساله. ترامادول از کجا میگرفتی؟ از عطاری. هیچ عطاری در کشور مجوز فروش داروهای ترک اعتیاد را ندارد. تبلیغاتی که در این زمینه انجام می شود یک تبلیغات اغواگرانه است. داروهای گیاهی تکلیفشون کاملا مشخصه که چه کاری دارن انجام میدن. بر اساس مجوزهایی که اینها می گیرن به عنوان عطاری میتونن داروی گیاهی بفروشن. می رفتم عطاری، سه خشاب می گرفتم، سه خشابش واسه 10 روزم بود. تا 10 روز بعد دوباره باز میرفتم پیشش به پرس میدم. خیلی راحت بهت میداد؟ نمیگفت چرا مثلا برای چی میخوای مصرف کنی یا سنت کم؟ دفعه اولی که رفتم گفتم ترامادول میخوام، گفت مصرف داری؟ منم گفتم آره. بعد بهم داد. می نگفت سنت کمه؟ اصلا نیچی نگفت دختر جان نخور نکن؟ اصلا. آدرس این عطاری به ما میدی؟ بله. یکی از جدیترین مشکلات دنیای امروز مواد جدیدی است که دامنگیر جامعه بشری شده و متاسفانه کشور ما هم از این بلیه بی نصیب نیست. شیشه نسل جوان ما، پسران ما، دختران ما و مادران ما را متاسفانه داره تهدید میکنه. مشکل شیشه 2 دهه پیش اصلا مشکل جامعه ما نبود، ولی در طول 10 سال گذشته میبینیم که رو به تزاید و فراوانی گذاشته. سال 1380 فقط 3% از معتادین کشور ما شیشه رو میشناختن، اما الان چیزی حدود 25-30% دارن شیشه مصرف میکنن. من شیشه که میکشیدم توهمم خیلی بود، یعنی
تو گوشیم صدا میومد میگفت یعنی اینو برو بکش، این پای سرت حرف زده، این پای سر فلانی، یعنی پای سر ناموسه داره میکنه. میرفتم در خونه شون میگفت چیه بفهم بالا آرست حال خوبه کشیده و ماشا لقب میآوردم بشه. دیوار رو سوراخ کردم، فکر میکنم کسیمون بره ولی هیچ که نبود. حتی پسرم رو پشت دیوار رو دید، رو پشت اون دید، برم حرفش قبول نمیکنم، گفتم نه تو دروغ میگی، تو دشمن منی. شیشه مصرف کردم، وقت توهم زده بودم، اومدم تو خونه خانوم خودم و با بچه که داشتم بهشون گفتم تو خونه من چیکار داری؟ اصلا نمیدونستم زن بچه دارم، توهم زده بودم. چشمی یاد زن هرزه بهش نگاه میکردم، رفتم چاقو بردم بیام سراغشون، فرار کردم از تو راه پلا پایین. بابا ما صدا کردم، بابا ما زدم، مادر ما زدم. خوزنی خیلی داشتم، خیلی اینا خوزنی. کجاهات فقط دستت داری؟ حتی تو دست دارم، تو کمر دارم، همه جا خوزنیه. با چی زدی اینا؟ اینا همش با چاقو. خوزنی هم داری؟ کجا؟ دستا. ببینم یه بالا قشنگ نشون بده. توهم دارم، یک که 24 ساعت دنبالمه، خواب ندارم. الان من 24 ساعت 48 ساعت خواب ندارم اصلا. چی دنبالته؟ یکی دنبالم اصلا آجیل تو خیابون میکشن. خب فکر میکنم پلیس 24 ساعت داره میگیره تو. اون که دنبالته پلیسه یا میکنه؟ پلیسه. بابا من از شب باهمه دارم، بابا میاره تا اینجا، میگه اینجا بستنی میشه، من میگم به من احتیاجی ندارم، با کیم نیست، میگه نال هست. برای چی دنبالته اون پلیسه؟ پلیسه؟ خب بکشه تا من نمیدونم چه بریزیه، توهم زد. یعنی باید لج کرده میخواد بکشه ته؟ میخوام تو واقع خورنه تو چی فرق زن بنام نمیکنم. یعنی کاری نکردی که کاری نکردم که من باید کاری نکردی؟ بچه های میترسی هم میترسم نمیدونم خانم ایش زنگ زه بهش درگیر کرده. یه بچه هم داره پنج ساشه کنن گفت نه چی شده؟ حق مامورزه غری همه پولا بره در راه دود نره بگو یا صاحب از زمان یا صاحب یا مامورزه غری یا شاه چرا بود اصلا. میگفتم من آدم چی آدم ربایی هم، آدم فضایی هم، رباتی آواری کرد، با مشت لقت میزدم شیشه ها رو خورد میکردم، دزدگیراش به دقیق میومد فرار. یه لیوان شما در نظره که بگیرین تا یه حدی آب میریزید توش، وقتی یه ظرفیتش پر بشه لبریز میشه ازش، دست دورش بنام کنه آبا بیریزن. چرا؟ چون دیگه ظرفیتش پر شده، دیگه جایی برای پر کردن این تشکیلات دیگه نداره. دیگه چگاه کنیم؟ دیگه چه روزی افتادیم؟ ننه آقایی رو زدم این کار رو بلا سرام بود، میخواستم یک کلوتوف ملوتوف هم بندازم تو خونه خودم، ننم آقام و دست و پاشون رو ببندم از شرشون رهاشم. به خاطر همین دیگه من هم دیدم گنجایش ندارم، ظرفیتش رو ندارم، برای مشکل ساده دیگه اصلا اون جور که میخواستم دیگه نیست. یعنی به این حال نمیداد، میخوردم که دیگه مثلا مثل آدم های عادی زندگی کنم، اما بهتر میشدم. اعتیاد رو دوست داری؟ چرا دروغ بگم؟ خیلی دوست دارم، ولی این بدبختی هایی که سرم آورد تو این چندین سال دیگه اصلا. اینجا چرا نشستی خانوم؟ گفتم باعث ها تماشی بیا. کجا میخوای بری؟ لواسون به چیه اونجا؟ لواسون؟ آره سیل دارم. چی مصرف میکنی؟ یکی سیگار. فقط سیگار مصرف میکنی؟ خب الان اومده بود اینجا برای چی؟ اینجا سیل داشتم مگرم بگرم اونجا. دستتو چرا چست دادی؟ صبح جان جان آقا حالا بده تو رو خدا هر رو میبری ببریم چقدر جنس ازت گرفتن؟ یک کیلو 68 گرم شیشه
چه حکم رو باید بریدن؟ بعد بهم حکم اعدام دادن. چون اطلاع کافی از جرممون نداشتیم و نمیدونستیم بالای سیگرم چه اتفاقی واسمون خواهد افتاد، یا نیومده بودیم حبس، نمیدونستیم وضعیت اینجوری میشه. ما که یعنی اینقدر یعنی خلاف کار بودیم تو محله، برای خودمون یه پا کسی بودیم. من یه اشتباهی کردم و به خاطرش یه حکم اعدام گرفتم، الانم اینجام، نزدیک به 3 سال اینجام. آخر مواد تیمارستان، زندان، مرگ. هر کی میخوام مواد مصرف کنه این 3 تا جلوشه. 15 سال برای من 15 سال نیست، یک عمره. جوانیم میره، بزرگ شدن بچه هامو نمیبینم. پسرم کلاس 3 راهنمایی بود، دیگه ترک تحصیل کرد، دیگه نرفت مدرسه. دخترم رفت با خالش زندگی میکرد، همسرم پیش مادرش زندگی میکرد. این جدا شدین؟ نه خیر، جدا نشدیم، ولی خب به هر حال شرایطی که برامون پیش اومدش. همیشه وقا میکردیم میرفتیم تو چاوازلا که ببره، تو دستمون نباشه. مامورم که با لغت که بعد با پک میومدن پشت در میزدن. اینا ببین شیشه رو نگاه. جلو نور رو این هست. این پک های فروششه. اینا پک های فروش. پک. سیخ و سنگ باشونه. این باز ترازوی توضیح میشه. در تچه فروش مواد. دو بسته. دو عدد روبی. یه روبی. آقا ما صحبا. فروش روزانه شه. فروش روزانه شه. 11.95 میاد پایین. بروز. بروز. تاریخ میذارم بکشم. من الان راضیم به هم بگن اعدام تو تعلیق میکنیم، تو رو آزادت میکنیم، اگه فقط یک بار دیگه کوچکترین تخلفی داشته باشی بگیریمت اعدامت میکنیم. به اونایی که میخوان این کار شروع بکنن چی بگم؟ ماها رو ببینید، تجربه کنید، و اگه به فکر خودشون نیستن به فکر خانواده هاشون باشن، به فکر اون خانواده هایی که دارن به جواناشون مواد میدن باشن. یه کسی که زیر حکم اعدامه روزی 100 بار میمیره. واقعا اگه یکی رو چند سالی زیر حکم اعدام نگهدارن، دیگه وقتی که بخواد به زندگی هم اگه برگرده، تا آخر عمر این کابوس باشه. ما توی یکی از خیابونای جنوب شهر تهران هستیم و همچنان منتظریم ببینیم که اورژانس با این مریض چیکار میکنه و بالاخره کجا میبرتش. دیدم خوردم. نگاه کنم.
حالا مشکلش چیه ایشون؟ این نیبرینه دل دارم مشکلش این دوربینه این دوربین نواشی میبرین؟ اون که چهره شو نشون نمیده دوربین که چهره ما رو که نشون میده چهره شما رو هم نشون نمیده نگران نبا این بیمارستان بوده خب بیمارستان اول دور پر خب بگو دیگه من چهره تو نشون نمیدم نگران نبا نمیخواد الان وایسین همینجا وایسین یه چند دقیقه دیگه وایسین تدیم شما باشم حالا خب معلوم میریم اون وقت ولی خب یه انسان هست یا نیست ببریدش دیگه خیلی داری قشنگ فیلم تو بازی میکنی دیالوگاتو داری درست میگی میخوای منو عصبانی کنی منم یه فیلم نامه داره آخره نامه یعنی چی؟ اورژانس یعنی اولین مرکز تموم شده گفتم آقا برو خودت کمک بی سوار شو برو دیگه سوار شو برو خودش میذاره برای چی میخوای؟ شلیل سعید بگو یه نیم کیلو شلیل براش بگیره حمید رضا برو شلیل شلیل؟ آره میگه برای این زخمای دهنش خوبه یا پول بدم چند وقت شیشه مصرف کردی؟ یکی دو سال ترک کردم با چی ترک کردی؟ خوده خوده؟ آره الان درد و اینا نداری؟ نه چند وقت ترک کردی؟ یه ماهه فقط آقا درد اینی ها زبونت برای چی اینجوری شده؟ نمیدونم کس و کار نداری؟ خانواده نداری؟ دارم شهرستان قبولم نکردم رفتی قبولت نکردم؟ آره چرا؟ یه پسر بیده نجازه شوهر کردم تر آقام دارم گفت آبدیمان بود خانوادت میدونن تو تهران وضعیتت اینجوریه؟ نه والا نه تو این مدت باشون تلفنی صحبت نکردی؟ نه پسر داری گفتی؟ مرده پارسال پیرسال ما زیر تریلی نشد تو را خدا یادم نندازی من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه پس دلم تا که این فضای غصه رو مهونیه من دیگه بس برام تحمل این همه غم بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی واسه عشقای تو خانی ساده مردم واسه چی نمیخوام در ببره پیچ و خم این جاده شم واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم یا یه موجود کم و خالی با افاده شم واسه دنیا یالا بهار خانوم سلام خوبی؟ نفهم شده چند سالته؟ حرف نمیزنه هیچی نمیگه؟
که هم بابای هم مامان این را یاد گرفتن. برای خانم عروسکی توه؟ بابا مرد تو؟ باره بگو بابا بیا بابا شده میگویتا بیا بزنمت بابا هر بابا بیا تو بابا بیشی بیبی با تکش هم بزنی بچه رو؟ نه برای چی بزنم در این دبه آب برای چیه؟ اید برای ظرف شستن چیزی داریم برای لباس جا غذا هم درست میکنی یا بیرون میارم؟ بله نکن تو دهنت کثیفه نکن بابا ماشاءالله نکن بابا بس که بابا رو بابا این لباس نکنی بس که بابا رو دوست نداری؟ نکن نخون لباس نمیزن از بابا چند وقت نهام نرفته این بچه؟ دیشب همون بود دیشب همون بود؟ خونه نه مادر بزرگ شب بودم اون هست چجوری دیشب همون بوده تمام دستش چه بکنه؟ اینکه اینجا میره زیر تخت بره خواب خواب کنه یه خواب بازی میکنه زیر ناخوناش میره پول مواد چقدر میدی هر روز؟ مواد زیاد نمیکشم اتاده نه خانم چند وقت اینجا این؟ ما دو سال بیشترم بودیم شبا این مر میخوابه بابا؟ آتایی با مامانی نشکرم تو تنها این مر میخوابی با مامانش میدیم؟ نه ای بر روزایی برم شبا مریم با حالا فکری داری که این وضعیت خودت تو خونه آداتا نجات بدی؟ چرا ندارم ما که دوست نداریم اینجا دو بگی کنیم دوست داریم قربون خدا برن کامیدی خدا که دمون نداره چکار؟ بچه ها چیکار میکنن؟ شما که اینجای خونه نیستی؟ بچه هم پیش پدرشون یکشون بهسیستیه به خاطر مواد به خاطر این شیشه لعنتی دادمشون بهسیستی بچه های بد سرپرست ما اکثرا نتیجه موزل اعتیادی هستند که متاسفانه تو جامعه ما هست هدیه ما هم تقریبا نتیجه همین موزله مادری که معتاد حواسش به بچه هاش نیست هدیه‌مون خیلی کوچیک‌تر بوده این اتفاق واسش افتاده یه دستش کامل تا پایین سوخته یه قسمت از صورتش را هم کامل این قسمت صورتش سوخته است دست جوری سوخته شده بود که کامل فرمش رو از دست داده بود به شکلی که به این ور به این حالت تثبیت بود این چیزی که الان شما می‌بینید حرکت داره این دست و حرکت می‌کنه نتیجه نهایتاً سه تا عمل جراحی پلاستیکی که روش انجام شده. اولین جراحی که انجام شده تو این قسمت دستش بوده چون دست به این حالت بوده. یعنی به این حالت قفل شده بوده. آره قفل شده بوده. جراحی بعدیش تو این قسمت مچ دست بوده. تو این قسمت مچ دست چون تاندونا کوتاه میشن مرتب بعد این جراحی انجام بشه. الان یه سری کاری تزریقم جراحی پلاستیک داره برامون انجام میده که بتونه این اسکارا رو یه مقدار نرم کنه کمک کنه به حرکت بهتر دستش میگم این هم نتیجه همون موزل مادری که حواسش به بچه‌اش نیست گاز پیکنیکش میتره که زمانی که داشته مواد مصرف میکرده و نهایتا میشه بچه‌ای که به این شکل آسیب میده مادرشون چی مصرف میکردن؟ فکر میکنم شیشه مصرف میکردن فکر میکنم آرزو چیه؟ برم پیش بابا دهت بشتن شده؟ خیلی دوست داری باش حرف بزنی الان؟ خیلی ولی نمیشه فکر کن صدا تا الان میشنم هرچی دوست داری باش کنی نمیشنمه اگه میشنید تا الان منو برده بود پیش خودش نخوام دو تا پسرم رو ببینم به خاطر شیشه بخوام زندگیم آواره بشه به خاطر شیشه
زندگی دوست نداری؟ اصلا. چرا؟ نمیدونم، زندگیم خیلی بده. موقعی که آدم مصرف داره میکنه، اینقدر مصرف انگار فکر میکنه حالا دیگه خدا شده، میره دنبال لذت و هرچی داره از دست میده. موقعی که ترک میکنه که همه چیزش میشینه یادش میاد، عجزش میشینه یادش میاد، میفهمه چه غلطی کرده، میفهمه چی کار کرده. یعنی فکر میکنی زندگی بدتر از تو وجود نداره؟ وجود داره، ولی خب واسه من خیلی سخته. خب لعنت کن اون که من با دوت ایران خصوص شیشه رو فکر میکنم سنم یکم کمه واسه کشیدن این همه درد. بچه هم، شوهرم، زندگیم و کارم و دندونم و خودم و ارزشم و پدر و مادرم و همه چیز را دست دادم. هیچی دیگه ندارم، خودم موندم و خودم. که تا بیاد این چیز را به این برگرده خیلی طول میکشه، زمان خیلی میبرم، که شاید هم نتونم به دست بیارم. فقط دوست دارم برم پیش مامانم، برم خیلی براش تنگ شده. من مامانم را خیلی اذیت کردم، ولی الان واقعا پشیمونم، خیلی زجرش دادم. اگه از جاده دل سردم، اگه راهمو گم کردم، تو با من باش و از اول یه کاری کن که برگردم. اگه از قصه بیزارم، اگه دائم گرفتارم، تو کاری کن بدونم که تو این بن‌بست تو رو دارم، تو رو دارم. هنوزم وقت دلتنگی به یاد گریه میافتم، تو رو میبینم و میگم خدایا خیلی آشفتم. هنوزم وقت دلتنگی اگه این جاده تاریکه، به یاد تو که میافتم میبینم عشق نزدیک. نمیدونم کجا میرم، نمیدونم کجا هستم، نفهمیدم رو دوشم بود همون بالی که میبستم. اگه از جاده دل سردم، اگه راهمو گم کردم، تو با من باش و